سلام. اومدیم با یه ویدیو دیگه برای ساز جذاب گیتار. امروز میخوام یه مدل دیگه از ریتم 4/4 رو بهتون یاد بدم. همون 4/4 رومبایه که قبل از این میزدیم، 4/4 که حالا من یه ریویو هم میکنم. گفتیم اول این کارو میکنیم، 1 و 2 و با انگشت آی، 3 و 4 و گفتیم باید چیکار بکنید. باید حواستون باشه که این 1 و 2 و 3 و 4 وه حتماً همشون با هم هم اندازه باشن. گفتیم برای اینکه بخوایم این مشکل رو حل بکنیم و راحت‌تر اتفاق بیفته چیکار میکنیم؟ میایم با پامون شمارش میکنیم و همزمان با پامون که میره پایین دستمون رو میبریم پایین و همزمان با انگشتمون که میاد بالا پامون رو میاریم بالا. و این پایین و بالا رفتن ما میشه 1 ضرب، یعنی 1 ضرب حساب میشه که به این صورت مثلا آکوردهای مختلف، مثلا معلم می مینور رو میگیرم، میگم 1 و 2 و 3 و 4. بعدش اومدیم گفتیم چیکار کنیم. گفتیم حالا میام آپاگادو تو دل قطعه قرار میدیم که اگر آپاگادو رو هنوز یاد نگرفتین دیگه جزء جلسات ابتدایی حتما برید یاد بگیرید. مثلا توی 4/4 1 و 2 و 3 و 4 و، یعنی سر 3 آپاگادو میخوره، یا تو 2/4 1 و 2 و، یا مثلا 6/8 که حالا هر کدوم از اینو 2/4 4/4 3/4 و اینا هر کدومشون مدل های بسیار متفاوتی داره. مثلا توی 6/8 که حالا 6/8 نمیشه، حالا به زودی بهتون یاد میدم. خب و شکل های مختلف دیگه، ریتم های دیگه که توشون ما آپاگادو استفاده میکنه. پس آپاگادو رو حتما یاد بگیرید که توی ریتماتون خیلی بهتون کمک میکنه. خب حالا ما 4/4 رو با آپاگادو رو یاد گرفتیم. گفتیم چجوریه، 1 و 2 و 3 و 4 و، این شد 4/4. گفتیم حالا سر ضربه سوم میام آپاگادو میزنیم، یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و. حالا بچه ها این به چه شکلیه؟ اگه دقت بکنید میگه چنگ 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 چنگ، یعنی 8 تا چنگ داره عملا، که یعنی میشه چنگ 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 و چنگ و چنگ، یعنی میشه 8 دونه چنگ که پایین و بالا میرن با هم دیگه با ضربه پا. حالا شما سر ضربه سوم آپاگادو گذاشتی، حالا چی کار میکنی برای اینکه اگه بخوایی یه تغییر خیلی باحال توش بدین که ریتمه از این، ببینید من الان میخوام تفاوت این دوتا رو بهتون میگم، از اینی که تا الان یاد گرفتیم و 4/4 رومباز که میگه 1 و 2 و 3 و 4 و، و تو ضرب اول شما دوتا چنگ داره، این دوتا چنگ ما تبدیل به سیاه بکنیم. اینجوری میشه سیاه دستتون، که فقط تنها تفاوتش اینه دستتون که بالا میخواد بیاد چیزی رو نمیزنی، صدا ایجاد نمیکنه، میشه سی، میشه بالا اومدن صدا نداره، ما بقیش عین همون یکیه. یعنی شما میگفتی 1 و 2 و 3 و 4 و، این میشه 1 و صدا نداره، یعنی وقتی دستتون بالا میخواد بیاید هیچ چی رو نمیزنید. ادامهش مثل همون ریتمای قبلیه، میشه سیاه چنگ چنگ آپاگادو چنگ چنگ چنگ. ریتم جدید 4/4 ما اینه، یعنی یه مدل دیگه از 4/4. بعد 4/4 قبلی رو من الان یه ذره تونتر براتون میزنم. حالا 4/4 جدیدی که بهتون گفتم و تفاوتش رو بخوام براتون بزنم، ببینید این سیاهه که اولش میاد، یعنی اون دوتا چنگ اول که تبدیل به سیاه میشه چقدر قشنگش میکنه، میشه سیاه چنگ چنگ آپاگادو چنگ چنگ چنگ. تنها تفاوتش با 4/4 رومبایی که ما میزدیم اینه که شما ضرب اولی که دارید میزدید و به جای دوتا چنگ یه دونه سیاه میزنید، یعنی دستتون که میزنه بالا که میخواد بیاد دیگه صدا نخواهد داشت. بعدش دیگه ادامهش مثل همون قبلی هست. البته ممکنه اوایلش یه ذره شما رو حالا گیجتون بکنه، بخواید بزنید یا دستتون در بیاره، ولی اشکال نداره. فقط سعی کنید خیلی خیلی آروم بزنید، هر چقدر آروم تر بزنید ازش میتونید صدای قشنگ تری بگیرید. این مدل 4/4 هم یاد بگیرید. جلسه بعد میخوام یه عمدن اینو بهتون یاد بدم، جلسه بعد یه آهنگ بال میخوام بهتون یاد بدم که حالا بین دو سه تا آهنگ فعلا مونده، ولی فکر کنم یه آهنگ از آقای ویگن که خیلی باحالم هست و هممون دیگه شنیدیم، اون ان شاءالله با هم دیگه میزنیم و بعد دیگه ان شاءالله بتونیم دفعه بعد یا چند جلسه بعد دیگه 6/8 هم یاد بدم و دیگه هر چند 2/4 4/4 3/4 چون 2/4 4/4 3/4 بهتون یاد دادم دیگه، 6/8 هم بود و هر چی دیگه آهنگ بود و میتونیم با هم دیگه بزنیم دیگه. میریم سراغ آهنگای 6/8 و آهنگای امروزی هم، هر کی که اگر چیز متفاوتی هست تو کامنت برام بنویسید که ایده بدین چه آهنگایی دوست دارین، حالا اونا رو هم توی برنامه بذاریم و ان شاءالله بتونیم با هم بزنیم.